اعدام 3 شهروند ایرانی در شیراز، افزایش میزان بیکاری همزمان با گران شدن قیمت گاز و برق، ادامه روند دموکراسی خواهی در سوریه و چند کشور دیگر منطقه، امشب در تفسیر خبر از صدای آمریکا. سلام به شما عزیزان در ایران و هر نقطه دیگر جهان که در این ساعت 9:15 دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته. در شیراز 3 شهروند ایرانی به دار آویخته شدند. دستگاه قضایی ولایت فقیه اتهام آنها را محاربه و فساد در ارض عنوان کرده است. نهاد قضایی جمهوری اسلامی درباره جزئیات اتهام این 3 شهروند ایرانی و چگونگی محاکمه آنان توضیح روشنی نداده است. همزمان فرماندار شیراز از وجود باندهای مافیایی زمینخواری در شیراز خبر می‌دهد که معادل چند هزار میلیارد تومان به گفته او زمین را به طور نامشروع به تصرف خود درآوردند یا فروختند. هرچند فرزند آیت الله حائری شیرازی امام جمعه و نماینده پیشین ولی فقیه در استان فارس به اتهام زمینخواری های کلان به 6 سال زندان محکوم شده، اما گفته می شود وی همچنان آزاد است و از طریق وابستگانش به اقدامات پیشین ادامه می دهد. این همه در حالی است که کارشناسان با اشاره به بحران فزاینده اقتصادی در ایران می گویند بحران اقتصادی زمینه‌ساز پیامدهای سیاسی برای حکومت ایران خواهد بود. آن سوتر ادامه روند دموکراسی خواهی در سوریه به گفته ناظران نگرانی هایی را در میان گردانندگان حکومت ایران نیز پدید آورده است. رسانه های خبری دولتی در ایران از بازتاب روند دموکراسی خواهی در سوریه خودداری می کنند و مسئولان جمهوری اسلامی نیز آنچرا که در سوریه می گذرد توطئه خارجیان خواندند. چرا دستگاه قضایی ایران از دادن توضیح روشن درباره محکومان به اعدام و چگونگی محاکمه آنان خودداری می کند؟ آیا فساد اقتصادی از جمله پیامدهای زمینخواری های کلان پیامدهایی نیست در عرصه سیاسی برای نظام حکومتی ایران خواهد داشت؟ روند دموکراسی خواهی در ایران با توجه به رویدادهای منطقه به کجا رسیده است؟ اینها و پرسش‌های دیگر در همین زمینه‌ها را در میان می‌گذاریم با آقای آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری و آقای اسماعیل نوری‌علا، سردبیر نشریه اینترنتی سکولاریزم نو که تا لحظاتی با من و شما خواهند. جمشید شالنگی هستم، با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب خیلی خوش اومدید آقای آرام حسامی. درود به شما و بینندگان، خیلی ممنون از دعوتتون. خب آقای آرام حسامی چهره آشنا برای شما عزیزان هستند، در برنامه مختلف صدای آمریکا بودن، برنامه های تلویزیونی و احتمالاً رادیویی نیز، نه؟ بله. صداشون هم آشنا هست، دارای نوشته های بسیار، سخنرانی های بسیار، سمت استادی دارند همونطور که اشاره کردن در کالج مونتگومری. وقت ما هم کم، کوتاه میکنیم، پرسش هامون آغاز میکنیم. شما نگاه میکنید به عرصه ایران، 3 نفر امروز یا دیروز در شیراز اعدام شد، اون بر مسئله اقتصادی هست، سفره مردم کارشناسان اقتصادی میگن در حال خالی شدن کامل هست و و و و این صحنه رو که شما میبینید چطور تفسیر میکنید به عنوان کارشناس علوم سیاسی؟ بله، خب ببینید، اینا 32 سال این روند وجود داشته، الان رسانه‌ای‌تر و مهمتر شده. بنابراین من واقعا پرسشی که فکر میکنم بایستی مطرح باشه اینی نیست که این رژیم داره چه کارهای غلطی انجام میده، در حقیقت بایستی پرسش این باشه اینا چه کار درستی دارن انجام میدن که هنوز با وجود تمام این اشکالاتی که هر روز افشاگریایی که میشه و مسائلی که میدونین اقتصادی، مالی، فساد، فحشا، بیکاری و نظامی و منطقی، چگونه این رژیم هنوز سر پاست. به نظر من این اگر از نظر آسیب شناسی خودمون نگاه کنیم این سوال خیلی مهمتر میشه، یعنی چجوری که یه رژیم 32 ساله
ادامه داده اینجوری و این اعمال رو که میبینین، یعنی زندانی کردن. میدونین که یه عده‌ای دیروز هم دیدین کسایی مثل آقای تبرزدی، مثل آقای مجید توکلی که واقعا ایشون شرافت جنبش دانشجویی هستن، از بچه های پلی‌تکنیک و کسای دیگر رو گرفتن و حتی اونایی که فعال سیاسی هستن تو زندانن دارن کارشون رو انجام میدن. کیوان صمیمی، اینها با وجودی که تو زندانن بیانیه میدن، با آقای بانکیمان نامه می‌نویسن، تصمیم دارن تظاهرات دست به تظاهرات در حقیقت اعتصاب قضا بزنن و این مسئله رو به دنیا نشون بدن که چه روشی در این رژیم دست گرفته. اما یک، یعنی دارن تو زندان هم کار خودشون رو انجام میدن، این افشاگری ها میشه. بله کاملا درسته. ببین بحث ما این نیستش که حکومت های زیادی هست که بیشتر از جمهوری اسلامی مونده، نمونهش آقای معمر قذافی بیش از 40 سال. بله. اینی که چطور میمونن به نظر شما پس چطور مونده؟ بحث ما این نیست که باید برود یا نباید برود، شما چون اشاره کردید اینجا این پرسش مطرح میشه، تکیگاه ادامه حکومت چیست؟ نظام ایران مدعی است که اکثریت مردم، چرا نه؟ بله خب این این پرسش اساسی تر به نظر من، چون همینجور که میدین نقض حقوق بشر این کار 32 ساله است. پرسش اولی هم اساسی بود آقای احسانی، شما جوابای دیگه. نه من جواب میدم. نه منظورم اینه که خب این در از مرحله نقض حقوق بشر یا مسائل اقتصادی که وجود داره و مسائل دیگه که امنیتی انتظامی منطقه‌ای که گفتین، این در راستای این مطرح میشه که خب هر روز ما افشاگری های میشه و کارهایی رو که این رژیم به سر مردم میاره ما میبینیم در رسانه‌ها. سوالی به نظر من که اساسی تره میبینیم که چجوری این ربط داره به این که چگونه این رژیم اینجوری سرپا مونده. من منظورم این بود که یک عده‌ای دارن کار خودشون رو تو ایران انجام میدن، حتی از توی زندان ها، یک عده‌ای در بیرون و حتی ملت ها و دول خارج الان به یک نتیجه رسیدن که با این رژیم نمیشه کار کرد، از جمله دولت آقای اوباما و وزارت امور خارجه و حتی وزارت دفاع. یعنی چی نمیشه کار کرد؟ یعنی به نظر من بعد از صحبت آقای پرزیدنت اوباما روز عید و بعد از صحبت خانم کلینتون، این دیگه مشخصه که در حقیقت سیاست آمریکا در مقابل ایران داره عوض میشه. دست دوستی رو که اینا رد کردن هیچی، وضع حقوق بشری و امنیتی جمهوری اسلامی ده. میگی ما از روز اول آمریکا زد با ما زد بوده، ما نیازی نداریم که آمریکا با ما خوب باشه یا چه باشه یا چه نباشه. بله این حرفی است که میزنن. یعنی میگن این مشکلاتی هم که داریم خب به هر حال دارن به ما تحمیل شده، جنگ تحمیل شده، این تحمیل شده، اون تحریم ها هست، علارغم این ما هنوز موندیم به گفته خودشون به دو دلیل، یکی پشتوانه مردم، یکی هم پشتوانه الهی. خب من میخوام همین بحث رو عوض کنم. اینی که آقای تبرزدی در بله. زندان فعالیت میکنن، بله بله بسیار مهم هست، همه هم میدونیم، منتها این قضیه یا بقیه دوستان آقای آسانلو هم حالشون خوب نیست متاسفانه. بله. خیلی آقای کاظمینی بروجه بسیار، این قضیه چی هست؟ اساس ادامه این وضع چی هستش؟ بله من اتفاقا در همین راستا میخوام صحبت کنم. اینها هم اگر نگاه کنین مثلا از دو سال پیش، هم حقانیتشون از بین رفته، هم مشروعیتشون، یعنی این بحثی رو که پیش میکشن الهی مذهبی هست و ما ربطی به حقانیت گرفتن از مردم نداریم درست نیست. به این معنا که اگر شما نگاه کنین اینها یک گفتمان حقوقی سیاسی رو دارن عوض میکنن و این به اصطلاح حقانیتی رو که دارن میگیرن میخوان ایدئولوژی سیاسی کنن. این تئوریای معجزه، تئوریای ظهور رو که میبینین در حقیقت میخوان بحث رو عوض کنن، به جای دیگه ببرن. از این نظر این یک موزلی برای این رژیم که چگونه میشه این رو در حقیقت با مسائلی که الان ایران وجود در ایران وجود داره. شما میگین اینا احتیاج ندارن به حمایت آمریکا. من نمیگم، اونا میگن. من در این راستا میخوام بگم چون مسئله حقوق بشری و اقتصادی رو مطرح کردین، مسئله این میشه که موضوع نیست که به حمایت آمریکا شما احتیاج دارین، ولی به تعهدات بین المللی و تعهدات قانونی خودتون بایستی عمل کنین. از این نظر اینی که گفتم در حقیقت موضع آمریکا عوض شده، یعنی متوجه شدن که با این رژیم نمیشه کار کرد، یعنی به این نتیجه منطقی رسیدن که در حقیقت همین موجی از جنبش هایی که در خاورمیانه میبینید خب یه درسیه. میگن ما مستقلیم، آمریکا میخواد کار کنه، ما اینطوری هستیم. بله
اگر زمانی بود، دنیایی بود که شما میتونستین در انزوا باشین، میتونستین احتیاج نداشته باشین به معاملات و توسعه بازار خودتون که مسائل داخلی یا بیکاری یا تورم ربطی به مسائل جهانی و آمریکا و دنیای خارج نداشت، حرفتون درست بود. اما امروز با جهانی شدن این مسائل یک مسائل بین المللیه، و اما در مورد مسائل حتی اقتصادی و بهبود مسائل اقتصادی داخلی هم احتیاج به سرمایه گذاری خارج هست، احتیاج به در حقیقت مبادله هست. بنابراین تحریم، من ولی میخوام به این نکته اشاره کنم. شما هم پرسیدین پس این حقانیت از کجا میاد، چجوری سر کار موندن؟ والا به نظر من همه مردم جوابشو میدونن. چیزی که این رژیم رو نگه داشته سر کار در حقیقت درآمد نفته. شما اگه بخون واقعا الان میدونین، این من اسمش گذاشتم هدفمند کردن تحریما. این تحریما داره هدفمند میشه. اتحادیه اروپا میدونین که اعلام کرد 32 نفر جدید، و آمریکا اعلام کرد که ما بایستی در حقیقت ادامه بدیم، و حتی خواستار شدن که آقای احمد نژاد و آقای خامنه ای هم در حقیقت شامل این تحریما بشه و از نظر حقوق بشری تعقیب بشن. اگر اینجوری به این مسئله نگاه کنیم، خب برای فشار آوردن روی تغییر رفتارم اگر باشه رگ در حقیقت که بس میکنه این رژیم سرپا نگه داشته، مسئله نفت و درآمد نفته. به اتفاق شما به دنور میریم. ارتباط تصویری ما متاسفانه برقرار نشد، اشکال فنی داریم با آقای اسماعیل نوری‌علا، شاعر، نویسنده و سردبیر نشریه اینترنتی سکولاریزم نو هستیم از طریق تلفن. سلام به شما. من هم سلام میکنم خدمت شما آقای چالنگی، بینندگان شما و مهمان شما. آقای نوری‌علا، امیدوارم صحبتهای ما رو شنیده باشید. اگر نشنیدید، شنیدم، چرا کم و بیش شنیدم. منظری که در برابر شما هست، ایران در امروزی تاریخ، ایران در اکنون تاریخ، یکی از اساتید علمای سابق میگفت، عرض کنم خدمتون کجاست با توجه به اوضاع منطقه؟ ایرانی که در شهر شیراز چند صد متری یا چند کیلومتری حافظ و سعدی شهرونداش به دار کشیده میشه به هر اتهام و جرم احتمالی، و در تهران هم مسائلی هست و در دهات و روستاها نیست، کجاست از نظر سیاسی و ایران؟ آیا این پرسش شما در ادامه پرسش از آقای دکتر اسامیه که چرا اینا سر پای خودشون ایستادن و موندن؟ نه، پرسش ما یه مقداری به قول شما سینماگران سابق فلش بک هست، برمیگردیم به پرسش اولیه. بله، اینی که ایران همیشه یه جای عمده‌ای رو در خاورمیانه و در دنیا داشته و هرگز هم این جایگاه تغییر نخواهد کرد. به حال ایران یک وسعت بزرگ منطقه‌ایه، یک قدرت بزرگ منطقه‌ایه، و در نتیجه نقش خودش رو بسته به اینکه کی در حاکمیت هست و چه خط سیاسی رو پیش میبره، همواره بازی کرده است و بازی خواهد کرد. الان هم خب در این مسائلی که در خاورمیانه و منطقه پیش آمده است، کاملا دیگه مواضع و ارتباطهای حکومت اسلامی مشخص شده. یعنی که مثلا انقلاب مصر رو میگوید که این انقلاب اسلامیه، بعد ماموراشو میفرسته به سوریه که مردم رو در اونجا سرکوب بکنن. در نتیجه مسئله اساسا این استش که یک سری یارگیری هایی و تضادهایی در منطقه در طی 30 سال گذشته پیش آمده که در موقعیت فعلی داره در واقع رو میکنه که آنچه که ما همه میدونستن ولی در عمل الان داره خودشون نشون میده، اینه که حکومت اسلامی در جبهه عقب مونده ترین و ارتجایی ترین رژیم های منطقه قرار داره و سعی میکنه که اگر که در منطقه جریان هایی هم باشن که به سوی مدرنیزم از برند و به سوی استقرار اعلامی حقوق بشر در کشورشون باشن، این با اونها مبارزه میکنه و یا سعی میکنه که اونها رو از ریل حرکت به سوی اعمال حقوق بشر جدا بکنه، برش گردونه به سوی روی ریل عرض کنم که یه نوع شریعت اسلامی جاشون بده. بنابراین از نظر کلی به نظر من هیچ فرقی موقعیت ها نکرده، فقط صحنه سیاسی خاورمیانه حالا بازیکنان رو حسابی آورده روی صحنه. بله.
خب ببینید در یه همچین فضایی است که مسئولان حکومت ایران میگن که این تأثیرات حکومت تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بوده بر روند اوضاع در منطقه. بله خب این اونا میگن، ما میگیم که این تأثیرات جنبش سبز بوده، جنبش سکولار سبز در ایران که خواستار برانداختن حکومت اسلامی است، موجب شده که این شعله ور بشه در منطقه و کشورهای دیگه هم ازش الهام بگیرن. مگه ما چند تا جنبش سبز داریم آقای نوری علاکی؟ سکولار، سکولار رو میشه به طور مختصر برای برخی از بینندگان ما که احتمالاً ما به طور ساده شاید جدای دین از دولت و مفاهیمی از این قبیل هست، اگه شما خودتون توضیح بفرمایید. سکولاریسم یعنی اینکه ما میگوییم یک ملتی که دارای انواع عرض کنم که مشخصات قومی، مذهبی، زبانی، اعتقادی، با دین، بی دین هست، نمیتواند به وسیله عرض کنم که نخبگان یک قشر از این جامعه اداره بشه و فقط شریعت اونها حاکم باشه بر جامعه. در دوران مدرن حکومت عرض کنم که مدرن حکومت ملی، یعنی حکومتی که متعلق به ملت، باید منعکس کننده خواستای همه ملت باشه. به نظر بنده و کسانی که مثل من فکر میکنن و خودشون رو سکولار میدونن، یعنی خواهان این هستند که شریعت یک مذهب خاص از حکومت بره کنار و حکومت تبدیل بشه به خدمتگزار همه مردم یک کشور، با قضیه رو اینطوری میبینیم. ما جنبش سبز رو این نمیبینیم که آمده است بیرون که حکومت اسلامی رو حفظ بکنه. حالا مثلا آقای احمدی نژاد ورداره آقای میرحسین موسوی رو بذاره سر جاش. این بهانه بوده است برای بیان خواست عمیق مردم ایران مبنی بر نارضایتی اونها از حکومت مذهبی. اگه جمله شما رو من درست شنیده باشم، این نوری علاده اینه که اشاره کردین شریعت یک مذهب خاص از حکومت بره کنار. بله بله، معنیش اینه که این مذهب خاص بره کنار ولی احتمالاً مذهب دیگه ای اومد مشکل نیست؟ نه خیر، همیشه هر مذهب، یعنی مذهب نباشه، هر یعنی مذهب منفردی که بیاد میشه اون مذهب خاص. ما اراده ملی رو باید بر قوانین خودمون و بر حکومت خودمون جاری کنیم. همه اینا رو میشه خلاصه کرد جدایی دین از دولت؟ من میگم جدایی حکومت از مذهب. بله. اون بحث ما بحث دولت نیست، بحث ما بحث کل حکومت یا رژیم اسلامی است. بله به هر حال در عرض کنم خدمتتون میشه، اما این بحث مفصلی است که میشه ادامه داد. بله. سابقا هم داره در تاریخ معاصر سیاسی ما از صدر مشروطه گرفته تا جنبش های دیگه و و و حتی در میون روحانیون نمونه بارز و مشخصش آقای کاظم‌عینی بروجردی است که در زندان هست. بله. روحانی که با صدای بلند در پایتخت تهران، با پایتخت ایران تهران، خواستار جدایی دین از دولت یا حکومت شد یا نظام شد، به هر معنی که تعبیر بشه کرد. برای ببینید شما اگر که مذهب رو از حکومت جدا نکنید، از قانون اساسی یک مملکت جدا نکنید، دولت بخشی تکه‌ای از کل حکومته. شما نمیتونید دولت رو سکولاریزه بکنید بدون اینکه حکومت سکولار نباشه. بله البته خب به هر حال میگم بحث تئوری که الان وقت ما هم کمه، یعنی برای اینکه بعضی جاها نظام ها یا حکومت ها جوری هستن که دولت ها 90 درصد من باز نکردم شما پرسید. نه شما میفرمین، چون مثلا در خود آمریکا حکومت یه چیزی نیست و دولت یه چیز دیگه است، یعنی چرا هست؟ نه به این معنی که در ایران هست نیست. نوری علاقه اینجا ما یه رژیم داریم که بر اساس قانون اساسی به وجود میاد، قوای سگانه داریم، نمیدونم های کورت. بله ولی به طور کلی ببینیم ولی کابینه آقای اوباما یه بخشی از این حکومته، دولت این حکومته. نه خیر، یعنی این میگم بحثش بسیار برمیگردیم به بحث لغوی مفهوم حکومت. آقای اختیار دارین آقای نوری علی، شما بسیار چه تو جذاب. من میگم من این بحثش رو نمی کنیم چون باورتون هست، منتها مفاهیم شما بهتر از من قراره بدونید که مفاهیم کلمات در اذهان تا الان فکر میکردم میدونستم ولی حالا مشکوک. حالا ما رو چوب نزنید، ما سعی میکنیم این بحث رو همینجا تمومش کنیم بریم به موضوعات خبر برسیم. من در خدمت عرض کنم خدمتتون
توضیح شما رو میشنویم. چرا نباید حرف مسئولان جمهوری اسلامی رو قبول کنیم که اون چی که در منطقه اتفاق میفته مثل همین چیزهایی که در جنبش هایی که هست تحت تاثیر انقلاب اسلامی است؟ بله، اولا 32 سال از انقلاب اسلامی گذشته، با وجود تمام تلاشایی که این رو صادر کنن به کشورهای خاورمیانه، خب شما میخوان بگین 32 سال بعد اتفاق افتاده. یک واقعیتی رو که در نظر نمیگیرن اینه که در حقیقت تمام این جنبشا از یمن، مصر، لیبی، تونس بگیرین، مسئله انتقال قدرت از یه نسل به یه نسل دیگه است. مطالبات مردم حق محوری و در حقیقت لیبرال دموکراسیه. این گفتمانی رو که جمهوری اسلامی پیش میکشه که در حقیقت این جنبش ها مذهبیه و انقلاب اسلامی است، درست به خاطر اینه که اینا حقانیتشون از اون لحاظ میگیرن در ذهن خودشون و میخوان این گفتمان رو جا بندازن، در صورتی که کاملا وارونه این مسئله صدق داره. در حقیقت محوری که بایستی صحبت بشه حتی محور ناسیونالیستی نیست، یعنی گفتمان ناسیونالیستی نیست، گفتار حق محوری و حقوق بشری و لیبرال دموکراسی هست. بنابراین این نمیتونه متعلق به جمهوری اسلامی باشه و تحت تاثیر اونها باشه. همونجوری که دیدین در اول این جنبش هم از مصر صدا در اومد که آقا جون اصلا ربطی به شما نداره مسئله شیعه یا مسئله ایدولوژی اسلامی و شیعه نیست و اصلا مذهبی نیست این قضیه. خب ببینید، این اخوان المسلمین گفت، ولی بعدها سخنگوی اخوان المسلمین مثل عرض کنم آقای حلواوی، ایشون این حرف رو چندون تایید نکردن. حالا باز میگم ما بحثایی میگم بله. یه جاهایی من دنبال گفتار نیستم، دنبال در حقیقت رفتار هم و در حقیقت مطالبات مردم. ببینین گفتار و استفاده داخلی کردن، ابزاری کردن از این مسائل یه چیزه، اما واقعیت امر اینه که یک عده جوان با فناوری‌های جدید و مدرن یک نتورک، یک شبکه درست کردن که مطالبات آزادی خواهانه مردم رو به گوش بقیه برسونن. با همون متد اومدن تو خیابون، اومدن تو میدون، با همون متد هم مطالباتشون اینه که آقا جون پرزیدنت 42 سال نمیمونه. آقای نوری، علی شما امکان این که تصویرها رو، تصویر استودیوی ما رو ببینید دارید در اونجا؟ نه خیر، نه اصلا. یعنی ارتباط تصویری ما، آقای نوری علی، من این پرسش هستش. ببینید در جامعه ایران، البته سابقه داره، قبلا هم صحبت کردیم در این مورد، وقتی میان یک عده‌ای رو دار میزنن در خیابون، بله، حکومت هر هدفی داره، اینی که مردم به تماشا میرن، این رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنین؟ مثل همینی که در شیراز اتفاق افتاده، مردمی که ایستادن به تماشا. بله. چی هست پشت این؟ من فکر میکنم همه جوامع بشری الان در معرض این روند جهانی شدن قرار دارن و یک حرکت محتوم، یعنی حتمی تاریخی، از جامعه سنتی به سوی جامعه مدرن حرکت داره میکنه. حالا نمیدونم پسا مدرنش هم که آقای دکتر اسلامی متخصصش هستن فعلا بذاریم کنار، به نظر من ما یه خطکشی داریم که میتونیم نگاه بکنیم که اقشار مختلف یک جامعه تا چه حد از سنت دور شدن و تا چه حد به مدرنیته نزدیک شدن. من خودم خاطرم هست که مثلا در کودکی هر روز جمعه که میخواستیم بریم خونه مادر بزرگ من، تو میدون اعدام، تو میدون سپه یه تیره دار آویزون بود، یه نفرم عصری که ما برمیگشتیم بریم خونه از اون آویزون بود، عده زیادی هم دورش جمع میشدن. ولی در عرض 40 سالی که بر عمر بنده گذشت، ما دیدیم که لااقل اگر اعدام میکنن دیگه نمیارن در ملأ عام اعدام بکنن، و یا اگر میارند مردم متوجه شدند که این یک عمل وحشیانه است و عرض کنم که روشون میکردن اون ور که این منظره رو نبینن. حکومت اسلامی تلاش کرده است که ما رو از مدرنیته دور بکنه، ببره به سوی جامعه سنتی، و بدون این که توجه بکنه که اونها میخوان مردم رو بترسونن. عرض کنم که به قول معروف عبرتن للناظرین میخوان بکنن، که کسانی که نظارت میکنن عبرت بگیرن از این ماجرا، ولی نمیفهمن که مردمی که به طور مداوم در معرض چنین چیزهای قرار بگیرند به کل حساسیت های خودشون رو از دست میدن و این تبدیل میشه به صحنه نمایشی که اینا میرن یه تخمه میخرن، تخمه میشکنن، اون قضیه رو نگاه میکنن و نشون میدن که تا چه حد دور شده اند. نه همین جایی نویاله بس من اتفاقا همین جاست که مردم ممکن نترسن،
بله. ولی اینکه عادی بشه برن تخمه و مراسم اعدام نگاه کنن، سوال من درست همینجاست. بله این یعنی شما یه جاهایی نمیتونید، حتی حکم اعدام هم اجرا میشه، منتها نمیتونید بیاید تو مردم اعتراض میکن. بله. این خطرش چیه؟ علتش چیه؟ آیا خود این نوع همراهیه با خود زمینی و فرهنگی نیست با حکومت یا هرچی؟ مسلمه حکومت یک اقشاری رو آورده به روی صحنه که این اقشار هنوز در معرض تشعشع مدرنیته قرار نگرفتن. ذهنیتشون همون ذهنیت مال دوران عرض کنم که سنته، و در این حال انقدر این صحنه‌ها رو جلو اینها تکرار کرده که اینها به اصطلاح روانشناسی دیسنتیتایز شدن، یعنی حساسیت خودشون رو از دست دادن دیگه. نسبت آدم اولش که با چنین صحنه‌ای روبرو میشه یا میترسه یا اعتراض میکنه، ولی وقتی که هیچ کدوم این دوتا نشد و تبدیل شد به تماشاچی، یعنی آدمیه که حساسیت های او رو از او گرفتند و این اتفاقیه که روی بخشی از اقشار جامعه ایران افتاده است. به اتفاق شما آقای نوری علا و آقای آرام حسامی به روم میریم. احمد رفعت با ما، سلام احمد عزیز. الو الو، صدای منو میشنوی؟ من صدای شما رو میشنوم و گفتم سلام خدمت شما و مهمانانتون و بینندگان. آه ممنون احمد جون. ببینید صحبت منطقه بود، تحولات منطقه، از جمله در منطقه در غزه، از مناطق فلسطینی. یک شهروند ایتالیایی کشته شد. احمد عزیز حوالی حدود 2 دقیقه وقت دارن، به ما خواهند گفت قضیه بله. چی هست ایران؟ خیلی خلاصه کجای این قضیه؟ خیلی خلاصه، در این اواخر هر اتفاقی در منطقه میفته به نوعی مفسرین اروپایی سعی میکنن ردپای جمهوری اسلامی ایران هم در این وقایع پیدا کنن. در رابطه با قتل ویکتوریا ریگونی، یک همکار رسانه‌ای و مددکار که توی یک سازمان بین‌المللی از سال 2008 قتل بود و روبوده شد، و در عرض 18 ساعت پس از روبوده شدنش جسد بیجانش در یک آپارتمانی در غزه پیدا شد و توسط یک گروه ناشناسی هم این قتل و این گروگانگیری مسئولیتش پذیرفته شده. یک سازمانی سلفی گفته میشه، ولی تا کنون کسی اسمی ازش نشنیده بود. مفسرین ایتالیا معتقدند که سوال میکنن از خودشون که چه کسی میتونه از این قتل بیمورد و ناجوانمردانه استفاده کنه، و به برخی به این نتیجه میرسن که دولت‌های ایران و سوریه از نزدیک شدن حماس، یعنی این روندی که امکان داره در حال گفتگو هستن که حماس با دولت ابو مازن یا محمود عباس شروع به صحبت بکنه برای حل مسائل اختلافات فلسطینی، میتونه به نوعی ایران و سوریه رو از نقششون رو در روند صلح در خاورمیانه کم بکنه، و بنابراین برخی به این نتیجه رسیدن که این گروه ناشناس میتونه تشکیل شده باشه از عواملی که هیچ وابستگی گروهی به گروه‌های شناخته شده سلفی یا حتی هوادار القاعده ندارن صورت گرفته شده باشه، برای اینکه این روند متوقف بشه، چون به حیثیت حماس لطمه زده و به نوعی نشون میده که حماس که تاکنون معتقد بود و همه خیلی مفسران معتقد بودن که غزه رو کنترل میکنه، نوار غزه رو، از عهده کنترل نوار غزه برنمیاد و بنابراین هیچ دلیلی نداره که باهاش گفتگو بشه، و بنابراین تنها کسانی که میتونن منفعت ببرن از این قتل، از قتل این مددکار ایتالیایی، دولت‌های سوریه و جمهوری اسلامی ایران هستن. سپاسگزار هستیم احمد رفعت عزیز. یکی از دلایل دیگه که جمهوری اسلامی میگه ابرقدرت هست، کمتر از 1 دقیقه وقت داریم، ابرقدرت هست در منطقه، بله، در منطقه فلسطینی، لبنان، عراق و جاهای دیگه، بله، مسائلی که در کمتر از دیده مسائلی که در خاورمیانه پیش اومده، از جنگ عراق بگیرین تا امروز، قدرت ایران رو بیشتر کرده. رابطهش با گروه‌های نظامی و شبه نظامی و اعمال قدرت در عراق، افغانستان، پاکستان، حزب الله و در بیروت همونجور که می‌دونید و فلسطین. الانم با بی‌ثباتی که در خاورمیانه، دو تا در حقیقت همراه آمریکا داشته، مصر که سمبل ثبات بوده و عربستان سعودی، و با این مسائل اغتشاشی که به وجود اومده ایران قدرتش در منطقه بیشتر شد. سپاسگزار هستیم آقای آرام حسامی، با سپاس از شما، و سپاسگزار هستیم آقای اسماعیل نوری علای عزیز در دنور. امیدواریم بار دیگه تصویر ایشونو داشته باشیم و این بار مشکل فنی، با سپاس از شما.
به پایان این برنامه میرسیم. بازپخش این برنامه ساعت 12 امشب 8:30 و 5 بامداد و 5 بعد از ظهر فردا خواهد. با امید به فردایی بهتر، روزگارتان خوشبخت.